با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمان ده رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. همونطور که در روال همیشه دنبال کردید و در جریان هستید، بخشی از برنامه رو اختصاص میدیم به تجربیاتی از اشکال سازماندهی مبارزه تو بخش‌های مختلف اعتراضاتی که تو جامعه شاهدش هستیم و نگاهی به اونها، دستاوردهای اونها، تأکیداتی بعضن در مورد اونها و یا تجربیاتی که شما عزیزان برای ما می‌نویسید و اینجا بازگو می‌کنیم. بخشش رو به این مسئله اختصاص می‌دیم و بخش اون در مورد سازماندهی در حزب و سوالاتی که تو این زمینه خود شما دارید و طرح می‌کنید. در برنامه امشب خب بعد از یه توضیحات کلی سر همین عرصه‌های مختلف مبارزه، مشخصا در مورد مجمع عمومی کانون صنفی معلمان صحبت می‌کنیم و برخی تأکیدات در مورد اون و یا دستاوردهایی که در این حال داشته و بعد هم در مورد سوال دوستانی که در مورد اینکه کادر حزب چی هست و چه جایگاهی توی حزب داره در مورد اون یه صحبت کوتاهی میکنم. امیدوارم در این مورد در برنامه آتی بتونیم گفتگوهایی هم داشته باشیم. مسئله بسیار بسیار مهمی است. اما در مورد سازماندهی تو عرصه‌های مختلف مبارزه، همونطور که همیشه توضیح دادیم، وقتی میگیم سازماندهی ما اعتراض را سازمان میدیم، وگرنه هم تو افراد دور هم جمع کنی، حالا یک جمع حزبی درست کنی، حالا یک حوزه درست کنی، دور از پراتیک، دور از اعتراض، دور از مبارزه معنی نداره و عملا در حد یک جمع مطالب و یک جمع به دور از جامعه باقی میمونه. بنابراین ما کمونیستا، ما اعضای حزب در دل مبارزه جاری و اعتراض جامعه سازمان پیدا میکنیم و دخالت میکنیم و نقش داریم و کار سازماندهی تو ابعاد گستردم تو همین بستر هست که ممکنه، به خاطر اینکه شما به درجه ای که تو مبارزات اجتماعی دخیل هستید، به درجه ای که تو فعالیت های سازماندهی، تشکل‌دهی، کارزار را انداختن، مبارزه شکل دادن، به درجه ای که تو اینا فعالانه شرکت میکنید و امروز مثلا مدیای اجتماعی، به همون درجه گفتمانتون رو بیشتر میتونید ببرید تو مردم، رادیکالیسم رو بیشتر میبرید تو مردم و جلوی سازشکاری ها رو وسیع تر میتونید بگیرید و گفتمان چپ و رادیکال رو میتونید گسترده تر حاکم کنید توی سطوح مختلف و تو عرصه های مختلف نبرد. و همین در بسیار بسیار مهم حضور فعال ما در عرصه های مختلف مبارزه. به ویژه خصوصیت ما کمونیست همینه که هر جایی که زور گفته میشه، ستمی هست، استثماری هست، ما اونجا سخنگوی مردم هستیم، ما اونجا هستیم که راهکار داریم و حرف داریم و میتونیم جهت بدیم. حالا تو عرصه دفاع از حقوق زن هست، دفاع از حقوق کودک هست، جنبش کارگری هست، تو هر زمینه و هر عرصه هست و طبعا هم تو گفتم مدیای اجتماعی و گروه های تلگرام الان ظرف بسیار خوبی هست، ابزار بسیار خوبی هست که شما بتونید گروه های وسیع شکل بدید یا تو گروه هایی که هست برید شرکت کنید و اونجا اون وقت بتونید مهر خودتون رو بکوبید و بتونید تاثیرگذار باشید. و از همین روه که ما بخشی از برنامه سازماندهی رو هر هفته به این مسئله اختصاص میدیم، برای اینکه بگیم چی میگیم ما تو این زمینا، تو جنبش کارگری چی میگیم در رابطه با مبارزات معلم‌ها، خواستا، جهت‌ها، همه اینها چه راهکار و چه شکلی از فعالیت رو فکر میکنیم درست هستش. خب میبینید که هر کسی که با این حزب فعالیت میخواد بکنه، عضو این حزب بشه، یکی فعال دفاع از حقوق زنه، یکی دفاع، ممکنه از عرصه که خودش توش فعالیت میکنه علاقمند بشه بیاد تو این حزب
و هنر ما اینه که وقتی که میاد تو این حزب اون وقت تازه بهش نشون بدیم که برای اون ستمی که اونقدر علم کرد و میخواد مبارزه کنه اتفاقا راه حل کمونیسمه، اتفاقا راه حل زیر رو کردن کل این سیستم تبعیض و نابرابری و بیحقوقی هست و برای این حزب میخواد و به این شکل یک رابطه عمیق‌تری رو به وجود بیاریم با حزب که بتونه همه جانبی تر با چشم‌انداز روشن‌تری مبارزه خودش رو نگاه کنه و جلو ببره، که اون وقت همینجاست که معنای کادر معنی میده. مسئله کادر که ما در مورد صحبت میکنیم که حالا دو قسمت دوم برنامه در موردش صحبت میکنم. خب با توجه به این، بنابراین ما تو زمینه‌های کارزارهای مختلفی که در جریان است، مثلا الان کارزار سر دوچرخه سواری حق زنان است. خب این یه عرصه مشخص نبرد و مبارزه است علیه تفکیک جنسیتی، علیه آپارتاید جنسی، و ما با فعالانه تو شرکت کنیم، وسیع‌ترین نیرو رو سازمان بدیم و به این شکل بتونیم وقت گفتمان‌های خودمونم ببریم و چشم انداز روشنی هم بذاریم. وگرنه شما نگاه میکنید میبینید که خب گرایشات راست سعی میکنن تو چارچوب سیستم موجود و برای حفظ نظام و کنترل اوضاع سعی میکنن مبارز تو اون حد نگه دارن. خب با الله اکبر شروع میکنن، با بسم الله نامه رو شروع میکنن، با به نام خدا شروع میکنن، با صلوات شروع میکنن اعتراض رو، بخاطر اون رنگ مذهبی، اون رنگ نظام رو میخوان حفظ کنن و در اینا رو سکوت بکنیم مسالمت آمیز است. این هست گفتمانش. خب ما اگر میگیم دست مثلا از دولت باید کوتاه بشه، از سر جامعه باید کوتاه بشه، از یک جامعه سکولار انسانی دفاع میکنیم، اول از همه این گفتمان ها رو باید بذاریم کنار و اینها رو اسم این رو میذارن امنیت، در حال که هیچ ربطی به امنیت نداره و فقط هدف نگه داشتن مبارزه تو چارچوب نظام موجود و جلوگیری از اینه که این اعتراض بتونه اجتماعی تر بشه و کنترل و مهار اون هستش. و همین دلیل مهمه که ما تو تمام این زمینه ها فوکوس بکنیم، هر حرکت و اعتراضی که میشه با شعار روشنی وارد اون بشیم، خواستای روشنی وارد اون بشیم و بتونیم مضمون اون مبارزه رو ببریم سر خواست واقعی که اون مردم براش اومدن به میدون. اگه معلمه، اگه کارگره، اگه کودک، دفاع از حقوق کودک، تو هر عرصه شعارها، خواستا، قطعنامه ها، بیانیه ها رو ببینیم سر اون خواست معین و مشخص که جامعه فریاد میزنه، که جامعه به قولی کارت بستخونش رسیده و نمیخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه، نمیخواد این ظلم ستم پیدا. بنابراین ما شعار رو ببریم اونجا، خاص رو ببریم اونجا و اون وقتی محبوب میشیم، اون وقتی که سخنگوی مردم هستیم، اون وقتی که حرف دل مردم میزنیم. حالا بریم به یک مورد مشخص، مجمع عمومی قانون صرفی معلمان. از زاویه خودمون، از زاویه ما چپا، ما کمونیست، ما انسان‌های رادیکال، ما انسان‌های معترض نگاه کنیم به این پدیده، اتفاق بسیار مهمه. معلمان بعد از سال‌ها موفق شدن مجمع عمومی خودشون تشکیل بدن و مجمع عمومی و تحمیل اون، همونطور که تو برنامه‌های قبل هم توضیح دادیم، اینه که در واقع تشکلشون رو تحمیل کردن. تو جمهوری اسلامی حق تشکل نیست، ولی اینا تحمیل کردن. حالا کشاکش ها شروع میشه. از یک طرف دولت سعی میکنه این تشکل رو تو چارچوب سیستم نگه داره، خب دست دندرکاران خودش هم داره، سعی میکنه که مرتبا با حضور نمیدونم وزارتکار و مقامات وزارت آموزش پرورش و مقامات فلان و پیام به فلان مقام و تو این چارچوب نگه داره و سعی میکنه که تو جلوی تثبیت مجمع عمومی و منظم شدن اون رو بگیره. حالا یه بار تشکیل شد، سالی یک بار مجمع عمومی و بعد هم معلم ها میرن سراغ کارشون، سعی میکنه جلوی این پدیده رو بگیره. ولی ما معلم ها هستیم که تشکلمون رو تحمیل کردیم، مجمع عمومیمون هم باید تحمیل کنیم به عنوان یک رکن دائمی، روتین و منظم. تو فرض کنیم ماهی یه بار، نهایتا دو ماهی یه بار، چطور که شنیدم مجمع عمومی تهران قراره دو ماهی که تشکیل بشه،
و این مجمع عمومی فقط این نیست که گزارش میده و بعد انتخاب میکنه، این یه بخششه. بخش دیگهش تو برنامه های دیگه هم گفتیم برنامه مبارزاتی اون دورش رو تعیین کنه، میگه من تو این دو ماه دنبال خواستم رو میگیرم، خواستای معلم ها چیه؟ افزایش حقوق بالای خط فقر، تحصیل رایگان برای همه کودکان و استاندارد آموزشی قابل قبول، نمیدونم پرداخت طلب هاشون، این هاست خواستاشون. بنابراین این خواستا رو باید گزارش ها حول این خواستا باشه که به کجا رسید و بعد چگونه میخوان ادامه بدن و یا اعتراض علیه امنیتی کردن محیط آموزش پرورش، خاص لغو پرونده های معلمان زندانی و معلمانی که برایشون حکم صادر شده، لغو به طور مثال یا 6 سال حکمی که به اسماعیل عبدی دادن یا 5 سال حکم محمود بهشتی یا تبعید علی اکبر باقانی و تک تک معلمانی که پرونده دارن. خب اینا رو باید پیگیری کنی، یعنی مجمع عمومی باید فعالانه پیگیری این خواستا و این مسائل عاجلش بکنه و برای اون برنامه بریزه و اون وقت تو همین مجمع عمومی اگر نمایندگان و افرادی سنگ اندازی کردن، ترمز شدن توی طول این فاصله که مجمع عمومی تشکیل میشه، معلمان میتونن بگن ما این افراد رو میخوایم بزنیم کنار و نمایندگان جدیدتری، افراد جدیدتری رو برای هیئت مدیره انتخاب کنیم. اینجوری نیست که یک دفعه یکی انتخاب شد تا آخرش هم عضو هیئت مدیره است و به این شکل مجمع عمومی یک رکن دائمی تشکل هستش که جایی هست که معلمان اونجا اعمال اراده میکنن، دخالتگری میکنن، نقش ایفا میکنن. اینجوری نیست که همه چیزو سپردن اون بالا دست یه عده، اونام هیئت مدیره میدوزن و میبرن، اینجوری نیستش. و به این ترتیب معلم ها دخیل میمونن تو اون تشکل و اینجوریه که اون تشکل تشکل واقعی معلم ها میشه، اینجوریه که سخنگوی واقعی معلم ها میشه، اینجوریه که معلم ها یه سرپناهی دارن برای مبارزاتشون و برای متحد موندنشون. و بنابراین انتظار هست که معلمان رادیکال با این چشم انداز، با این نگرش نگاه کنن به تشکلشون، جایگاه مجمع عمومی و همچنین کانون‌های صنفی شهرهای مختلف. مهمه که در این حال این کانون ها، کانون تهران با کانون های دیگه همه با هم یه ارتباط ارگانیک داشته باشن، بخاطر که مبارزاتشون سراسری واحده، بخاطر که معلمن و نه تنها معلمان شاغل فقط، بلکه معلمان شاغل و معلمان بازنشسته هر دو با هم دیگه متحد باد باشن، بخاطر که صحبت از سیستم آموزش پرورشه، بخاطر که معلمی که امروز شاغله فردا اونم بازنشسته میشه و مسائلش مستقیما به هم مربوطه. و همینطور نه تنها فقط معلمان شاغل و بازنشسته، بلکه معلمان و کارگران، بخاطر که مسئله دستمزد حقوق که زیر خط فقر نباید باشه امر همه شونه و الان میبینیم که بیانیه های مشترک دادن بر امنیتی، لغو پرونده های امنیتی امر همه، هم کارگران هم معلمان هم پرستاران همه، و اینا طبقاتی اساسا منافع مشترک دارن و همین داریم مهم اتحاد معلمان و کارگران و میبینیم که خوشبختانه هرچه بیشتر این اتحاد رو ما شاهد هستیم و در این حال خانواده های دانش آموزان به عنوان یک رکن مهم. به هر حال تاکید ما تا اونجا که به مسئله سازماندهی برمیگرده، مسئله مجمع عمومی، تثبیت اون، برگزاری روتین و منظم اون، تبدیل اون به ظرفی برای دخالتگری فعال و همینطور ارتباط ارگانیک کانون‌های صنفی با همدیگه تو سطح سراسری و اونجاهایی که کانون تشکیل نشده کانون خودشون رو تشکیل بدن و به این شکل بتونیم یک سازمان سراسری که همه معلمان توش دخالت دارن رو شکل بدیم و با ابزار اون وقت مدیای اجتماعی گروه‌های مبارزاتی که اونجا هست، اونجایی که دستن سنگ اندازی میکنن برای تشکیل مجمع عمومی کانون، اون وقت بتونیم این رو تکمیل کنیم و به این شکل متحد بمونیم و قدرتمند مبارزاتمون رو جلو ببریم. بله، خب قسمت بعد برنامه رو همونطور گفتم در مورد مسئله کادر و کادر حزب چه ویژگی داره در این مورد صحبت میکنیم. در برنامه های قبل در مورد چگونگی ارتباط با حزب صحبت کردیم و گفتم خب این حزب در دست است، ساده است،
و شما میتونید همین الان مثلا از طریق تلگرام کمیته سازمانده، سایت کمیته سازمانده، شماره تماس خود من، از طرق مختلف تماس بگیرید. در این حال تلویزیون کانال جدید است که هر روزه برنامه است و به این شکل شما میتونید در تماس باشید، نه تنها با کمیته سازمانده و با خود من، بلکه با هر فردی از رهبری حزب شما بخواید میتونید تماس بگیرید. این مسئله ارتباطه و مسئله اینه که یک تماس شماره مناسبی داشته باشید، واتساپ و تلگرام، و از اون طریق بتونیم روزمره با هم در تماس باشیم. هر خبری میشه اونجا با هم دیگه در موردش صحبت و گفتگو داشته باشیم، عکس و گزارش بفرستید، هم نظری کنیم و به این شکل یک ارتباط فعال سیاسی داشته باشید با حزب خودتون. در مورد اینکه چه جزواتی رو بخونید برای اینکه با این حزب آشنا بشید، بیشتر بشناسید حزب رو، بیشتر با کمونیسم آشنا بشید، صحبت کردیم تو برنامه گذشته. جزوه‌ای که اخیراً چاپ شده پاسخ به 50 سوال هست که اون هم توصیه میکنم که حتما بخونید. تصویر جزوه رو خوب رو صفحه تلویزیون خواهیم گذاشت و شما آشنا میشید با فرم این جزوه. تو این جزوه در مورد مسائل مختلف، کمونیست چی میگه، ناسیونالیست چی هست، مذهب چه نقشی داره تو علیه اساسا در خدمت طبقات حاکم و علیه کل جامعه، چگونه به خدمت گرفته میشه مذهب، در مورد جنبه های مختلف از این مسائل اونجا بحث شده، پاسخ به سوالاتی داده شده که شما عزیزان ترک کردید، حتما اون رو بخونید. اما یه سوالی هست که دوستانی مطرح کردن در مورد کادر حزب. کادر حزب چی هست و چه فرقی با عضو داره؟ خب روشنه، هر کسی که میخواد تبعیض نباشه، میخواد نابرابری نباشه، علیه این سیستم وحشی سرمایه‌داری هست، علیه کار مزدی هست، علیه این نابرابری ها هست، خب عضو این حزبه. و هر کدوم از شما زنانی که میخواید نمیدونم تبعیض علیه زن نباشه، بیحقوقی نباشه، نابرابری نباشه، طبعا روشنه که اینجا بهترین جاییه که بتونید مبارزتون رو جلو ببرید و به این تبعیض و نابرابری و به این توحش خاتمه بدید. این یه حزب، یه جنبش معینیه، اونم جنبشی که جنبش آزادی خواهی، جنبش برابری طلبی، جنبش لغو کار مزدی، جنبش ضد سرمایه داری. این حزب اینه، چون ریشه همه این بدبختی ها و همه این ستم ها و همه این چیزایی که نابرابری ها، این سیستم سرمایه‌داری حاکمه و این حزبیه که میخواد این کل این بساط رو جارو کنه و به جای اون جامعه بسازه که اختیار دست خود مردم باشه، یه جامعه که اساسش انسانیت، جامعه آزاد، برابر، انسانی که درش استثمار نیست و ما بهش میگیم سوسیالیسم. ما همیشه میگیم بیایید عضو این حزب بشید و این حزب شماست. خب طبعا همونطور که تو اول برنامه گفتم، هر کسی از یک زاویه علاقه من میشه میگه من میخوام با حزب شما کار کنم. یکی تبعیض علیه زن از سر اینکه میبینه بله این حزب حرف خوبی داره تو زمینه دفاع از حقوق زن، میگه من میخوام با شما فعالیت کنم، عضو باشم. یکی میبینه به فرض اثر جنبش اعتراضی کارگری میگه من میخوام با این حزب کار کنم. ولی الزاما اینجوری نیست که تو همه زمینه ها وسیعا اون دید و روشنی رو داره از اینکه پاسخ چیه، چطور میشه به این وضعیت و بدبختی پایان داد، چطور میشه سرمایه داره از بین برد، ریشه این مسائل چیه. بعضا ممکنه حتی تفکراتی، تمانده های از گرایش خرافه، از عقاید مذهبی، بعضا ممکنه تفکرات ناسیونالیستی، بعضا ممکنه تفکراتی ضد زن، ممکنه تو ذهنش باشه، هنوز اینا رو از خودش پاک نکرده باشه هنوز. خب ولی میتونه عضو این حزب باشه و وقتی میاد این حزب، با این حزب برنامه این حزب رو میخونه، با این حزب کار میکنه، میبینه این حزب تو تمام عرصه
داره دفاع از انسانیت میکنه و از حقوق جان شمول زن، از حقوق انسانها، از حقوق کودک، از تمام اینها صحبت میکنه. به تدریج اون تفکرات، اون خرافه ها، اون افکار عقب مانده که ریشه توی سیستم طبقاتی حاکم داره، اونا رو از ذهنش دور میشه و تصویر روشنتری از آینده و از انسان، واقعا از یه جامعه انسانی، از کمونیسم پیدا میکنه. و اینجا اون تفاوت هست. کادر حزب وقتی میگیم، یعنی کادری که میدونه که ریشه، یعنی کسیه که میدونه ریشه هم اگر تبعیض علیه زن هست، اگر نابرابری هست، اگر حق کودک ضایع میشه، اگر کارگر وضعش اینجوری هر روز به بدبختی و فلاکت بیشتر کشیده میشه، اگر تنفروشی هست، اگر اعتیاد هست، اگر هرچی هست، میدونه که علتش سرمایه‌داری، سیستمی که اساسش بر سود، بر استثمار جامعه است، بر به قهقرا بردن جامعه است، بر تک تک کردن و تفرقه انداختن بین مردم تو جامعه است، برای اینکه بتونه اون منافع 1% خودش رو حفظ بکنه. همه چیز در خدمت از علم، از همه ثروت ها در خدمت اون نظام حاکم است. کادر حزب کسی که این تصویر رو، تمام این تصویر رو داره و میدونه که علت چیه و میدونه که پاسخ چیه و میدونه که برای رهایی از این وضعیت اولین قدم هم اینه که باید این حکومت سرنگون بشه به عنوان حکومت سرمایه‌داری حاکم. و میدونه که اینو برای اینکه دیکتاتوری برنگرده، دوباره همین جهنم برنگرده، باید کل این سیستم، تمام دار دستهاشون، با تمام دستگاه سرکوبشون، با زندانشون، با همه اینها از بین بره. و بنابراین میدون آینده، تصویر روشنی از آینده داره و میدونه که ساده ترین راه، آسان ترین راه، بی درد ترین راه اتفاقا انقلاب مردمه. و میدونه که پاسخ ما به برای اینکه یه جامعه شاد و انسانی داشته باشیم، یه جامعه درخور انسان ها داشته باشیم، یه جامعه سوسیالیستی. کادر حزب کسی میدونه مذهب چطور ابزار سرکوب جامعه است، میدونه که ناسیونالیسم و قومگرایی چطور ابزار سرکوب جامعه و ابزار روی اساسا تفکر سرمایه‌داری، اینا همه رو تصویر روشن داره. میدونه برای چیه قومگرایی در خدمت کیه، میدونه که کارگرها همه با هم همسر نوشتن، میدونه کارگرها، کارگر ترک، کارگر فارس، کارگر کرد، کارگر انگلیسی، فرانسه، همه با هم دیگه از یک جا دارن استثمار میشن، اونم سرمایه‌داری حاکم. تصویر روشن از این، و این کادر حزبه. و وقتی شما کادر حزب میشید، وقتی که این تصویر روشن رو پیدا میکنید، اون وقت خب برای اینکه از شر این جامعه رها بشید، باید حزب داشته باشید. حزب هم براتون جایگاه کلیدی تر، جایگاه عمیق‌تری براتون پیدا میکنه، برای اون کادر حزب. و به همین دلیل اون وقت رابطه محکمتری با این حزب پیدا میکنه که بله، باید این حزب رو تقویت کرد، باید این تو این حزب نقش ایفا کرد، باید رابطه فعالی داشتش، باید عضو بیشتری رو جذب کرد، باید این چشم، این بحثا و این گفتمانا رو برد به تمام جامعه. و به این شکل میبینید که یک فعالیت همه جانبه‌ای رو در دستور خودش قرار میده. و اینجاست که اون وقت وظیفه بیشتری به عهده میگیره، کار بیشتری رو قبول میکنه و تفکیک تو اینجاست. و وظیفه ماست اینه که، این وظیفه ماست که اعضا رو تو این سطح روش بدیم، تا اینکه معنی عمیق‌تری به مبارزه‌شون بدیم، نقش فعال‌تری در مبارزه‌شون پیدا کنن، چشم‌انداز روشن‌تری از مبارزه‌شون پیدا کنن و بتونن آدم‌های هرچی بیشتری مثل خودشون کمونیست کنن و متشکل کنن. به هر حال در این مورد همونطور گفتم در برنامه آتی بیشتر صحبت میکنیم. متشکرم که همراه ما بودید. اگه سوالی داشتید با ما در میون بذارید، برنامه رو به انتها میرسونم.
برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.